حضار محترم، تاریخ پرتب و تاب ایران باز هم لحظه ای را پدیدار کرده که پایینی ها نمی خواهند و بالایی ها نمی توانند. یعنی زمان تغییر و شرایط تغییر فرا رسیده است. اجازه بدهید به طور خلاصه در چند محور به تشریح این موقعیت حساس بپردازم. نخست درباره بحران اتمی رژیم، سپس گرفتاری آن در باتلاق جنگ سوریه و عراق، همچنین فقدان مشروعیت و عدم ثبات رژیم و تفرقه در هیئت حاکمه و فروپاشی اقتصادی کشور، و سرانجام درباره نارضایتی عظیم اجتماعی و به خصوص نقش مقاومت سازمان یافته. دوستان عزیز، می‌دانید که ساختن بمب اتمی که به گفته کارشناسان رژیم هزینه‌ای بیش از جنگ 8 ساله با عراق داشته، پشتوانه ماشین سرکوب و ابزاری برای گسترش سلطه رژیم بر منطقه بوده است. اما این برنامه امروز بزرگترین چالش سیاست داخلی و بین المللی آن شده، به این معنی که اگر از ساختن سلاح هسته‌ای دست بردارد، قطار کل رژیم را روی ریل متفاوتی می اندازد که فروپاشی دیکتاتوری مذهبی و فوران قیام عمومی است. و اگر بر ادامه بمب‌سازی اصرار کند، این مسیری است که منجر به جراحی در رأس رژیم و رودررویی با مردم ایران و جامعه بین المللی می شود. بله، عامل اصلی بن‌بست رژیم نه ترس از آمریکا و غرب، بلکه ترس از مردم و مقاومت ایران است. دوستان عزیز، همین بن‌بست در مورد دخالت رژیم در عراق و سوریه هم وجود دارد. سوال این است که چرا آخوندها به صدور بنیادگرایی و تروریسم به خارج مرزهاشون نیاز حیاتی دارند؟ دبیر شورای عالی امنیت رژیم به این سوال پاسخ داد و گفت: ما در عراق و سوریه خون می‌دهیم تا در تهران مجبور به خون دادن نباشیم. و همچنین سرکرده سپاه پاسداران تصریح کرد که ما در کیلومترها دورتر از مرزهای خودمان امروز در حال دفاع از مرزهایمان هستیم. بله، تمام مسئله همین است. تروریسم و جنایت علیه بشریت در سوریه و عراق برای دفاع از رژیم ولایت فقیه است که موجودیتش به خطر افتاده است. این رژیم و همدستانش می‌خواهند این مداخلات جنایتکارانه را نشان قدرت قلمداد کنند. اما اشتباه نکنید، قوای نازی در فاز پایانی جنگ بیشترین کشتارها را مرتکب شد، اما همان زمان در فاز ضعف و شکست به سر می بردند. نیروی ولایت فقیه هم در عراق و در سوریه و در یمن اگرچه در حال جنایت و نسل کشی است و به ظاهر در حال پیشروی، با این حال در سراشیب اضمحلال و شکست است. نه عراق و نه سوریه، هیچ کدام، میدان پیروزی آخوندها نیست و آنها روز به روز در باتلاق این دو جنگ فرو می روند و عواقب اقتصادی و اجتماعی و همچنین تأثیر وخیم آن بر جنگ‌های درونیشان افزایش می‌یابد و اگر از این دو جنگ خود را بیرون بکشند، یک ضربه کاری دیگر بر ساختار مندرس ولایت فقیه فرود می‌آید. ولی در هر دو حالت راه سرنگونی رژیم هموار می‌شود. بله، واقعیت این است که رژیم از هر طرف که برود به سرنگونی نزدیک می شود. از جمله در این بحث، در هر مسیری که حرکت کند سرنگونی خود را
به جلو کشیده و چاره ای جز سرنگونی ندارد. دوستان عزیز، ناتوانی این رژیم به این علت است که مشروعیت و پشتوانه اجتماعی هم دارد و در رأس خود شقه شده است. بله، این رژیم نامشروع است، زیرا میان نظام حاکم و مردم دریایی از خون جاری است، زیرا یک سره به زور و اجبار متکی است، زیرا سراپا غرق فساد و دروغ و تبهکاری است. بله، این رژیم فاقد پایگاه اجتماعی است و اگر یک انتخابات واقعا آزاد، که البته از مرز سرخ‌های رژیم ملت فقیه است، در ایران برگزار شود، آراء متعلق به کل جناحاش از چند درصد بیشتر نیست. این رژیم همچنین دچار بی‌ثباتی است، زیرا نارضایتی مردم هر روز افزایش می‌یابد، زیرا در ایران حاکمیت قانون وجود ندارد، ناامنی بر زندگی اجتماعی حاکم است و بی‌ثباتی و فقدان اطمینان به حدی عمیق است که سرمایه گذاری خارجی در ایران تقریبا نزدیک به صفر است. و محور دیگر دوستان عزیز این است که عامل دیگر تنش‌ها در این رژیم پوسیده تناقض فرساینده در ساختار این حکومت است. چرا با وجود تمام تلاش‌های خامنه‌ای برای یک دست نگه داشتن رژیم، باز هم رأس آن دچار شقه شد؟ زیرا قیام و مقاومت مردم ایران چنین شکافی را به این رژیم تحمیل کرد. خامنه ای از ترس قیام دوباره مردم مانع دور دوم نمایش انتخابات شد و به رئیس جمهور شدن آخوندی از جناح حذف شده تن داد و این شکاف بزرگی در رأس حکومت ایجاد کرد که حالا به یک عامل جدی تزلزل کل رژیم تبدیل شده. و عامل مهم دیگه‌ای که ایران رو در موقعیت تغییر قرار داده، فروپاشی اقتصاد ایران و ناتوانی رژیم در مهار اون. رشد اقتصادی کشور هر سال منفی می شود. پول رسمی کشور در 3 سال اخیر 70% ارزش خود را از دست داده است. سیستم بانکی ورشکست شده. 2/3 واحدهای صنعتی تعطیل و یا راکت شده. رکود وحشتناکی تمام بازارها را فلج کرده. شمار بیکاران حداقل 10 میلیون نفر است. یعنی از هر 5 نفر 2 نفر بیکارند. خانوارهای ایرانی از فقر و ناداری به گرسنگی کشیده شدند. جمعیت گرسنگان 12 میلیون نفر شده است. تا دیروز مشکل عمومی فقر بود، حالا مشکل مردم گرسنگی است. در هیچ زمانی در تاریخ ایران اختلاف طبقاتی به اندازه دوران حاکمیت آخوندها چشمگیر نبوده است. در سال 50 خمینی در یک سخنرانی ریاکارانش دیکتاتوری شاه رو به خاطر آنکه مردم بلوچستان از فقر دختران خود را می‌فروشند سرزنش می‌کرد. حالا بلوچستان که جای خود دارد، در قلب تهران هم آگهی دردناک فروش بچه‌های کوچک و اعضای بدن به چشم می‌خورد. در نتیجه اگر آخوندها پاشیدگی اقتصاد را به حال خود رها کنند، ادامه آن فوران اعتراض‌های اجتماعی را در پی دارد و اگر بخواهند برای مهار آن قدمی بردارند، ناگزیر از کاهش هزینه‌های سرکوب و صدور تروریسم‌اند که تمامیت رژیم را بی‌دفاع می‌کنند و راه را برای اعمال اراده مردم ایران باز می‌کند. دوستان گرامی، در ایران نارضایتی ها و خشم مردم ساعت به ساعت باز تولید می شود. از اعدام های هر 8 ساعت یک بار
هزاران نفری که زیر حکم اعدام قرار دارند، از دستگیری های هر ساعت 70 نفر، از شکنجه و زشکش کردن زندانیان، از رفتار ضد انسانی قضایی رژیم که 19 میلیون پرونده برای مردم ایران تشکیل داده، از مقابله خفقان‌آور با موزیک، تئاتر، فیلم و سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی در اینترنت تا اقدامات جنایتکارانه مثل اسید پاشی به صورت زنان به خاطر نوع پوشش آنها و هزاران جنایت دیگر. بله، در نتیجه رابطه مردم ایران با رژیم حاکم به رابطه مردم یک کشور اشغال شده با نیروی اشغالگر تبدیل شده و علاوه بر اینها رژیم با تصویب قانون بسیج رو موظف به سرکوب زنان و جوانان، اون هم تحت عنوان امر به معروف کرد و همزمان با عجله شهرک جنگ شهری سپاه پاسداران رو برای تمرین سرکوب قیام ها به کار گرفت و همچنین شمار نهادهای ویژه سرکوب و کنترل و سانسور رو به دست کم 75 نهاد رساند. ولی مقام های رژیم اذعان می کنند که در یک سال گذشته شمار حرکت های اعتراضی 3000 مورد بوده است. در بلوچستان، خوزستان و کردستان اعتراض ها بارها به مقابله مسلحانه با پاسداران و مأموران رژیم منجر شده و مقاومت و اعتصاب قضای زندانیان مجاهد و مبارز همچنان ادامه دارد و این مقاومت ها سرانجام پیروز خواهد شد.